وطندرهای عزیز، سلامتی خداوند پادشاه سلامتی عیسی مسیح کت شما باشد در هر جایی که هستین. خدا را من شکرگزار هستم بر یک موقع دیگه، یک روز دیگه که خداوند بر ما عطا کرده تا که به حضور خداوند بیاییم. او را شکرگزار باشم، بگویم خدایا تو را شکر میکنم بر یک روز دیگه. خدایا تو را شکر میکنم بر ازی که تو مرا اینقدر دوست داشتی که حتی به خاطر از این دوستی تو جسم انسانی گرفتی. وقتی ما کلام مقدس خدا را میخوانیم در عهد جدید، پولس رسول در رساله دوم خود برای قرنتیان برای ما چیزی از پیام کریسمس، چیزی از میلاد مسیح، چیزی از تولد معجزانه خداوند ما عیسی مسیح این قسم میگه. میگه شما میدانید که عیسی مسیح خداوند ما چقدر بخشنده بود، و یا شما فیض خداوند ما عیسی مسیح را خوب میدانید. گرچه دولتمند بود، گرچه ثروتمند بود، به خاطر شما فقیر شد، به خاطر شما فقیر شد تا از راه فقر او ثروتمند شویم. کلام مقدس خدا برای ما در اینجا میگه که خداوند از راه کائنات خود که ساخته، ملائک خود و یا انبیای خود نه، بلکه او از راه فقر خود ما را ثروتمند میسازه. آیا شما متوجه شدین که گفته ای بیت لحم یهودیه که کوچکترین در میان قریه ها و یا شهرها هستی، چرا ای تو گفته شده؟ به خاطر که شیطان همیشه میخواسته چیزی که خدا در نظر داره او را کوچک بدانه، کوچک بشماره. و اما خدا خوش میکنه او جایی که حقیر شمرده شده در اوج تولد شوه، تا کسی که حقیرترین است گفته نتانه که ای خدا تو از حال من چه خبر داری؟ عیسی مسیح خبر داره. عیسی مسیح در یک آخور تولد شد، برش جایی نبود که تولد شوه. او شاه شاهان، خدای تمامی خداها، خدای لشکرها، خدای خالق من و تو، بالاخره در جای تولد میشه که هیچ مادری نخواهد، هیچ مادری خواهش نکنه که فرزندش در اوجا تولد شوه، و اما او را انتخاب میکنه. از همین خاطر است شما فیض خداوند ما عیسی مسیح را خوب میدانید که او چقدر ثروتمند بود، و اما به خاطر شما او فقیر شد، غریب شد، تا از غربت او شما ثروتمند شوید. این پیام حقیقی کریسمس. خداوند حال شما را میفهمه. اگر شما در درد هستید، در رنج هستید، در مشکلات هستید، در بیماری هستید، در مسافرت هستید، در مهاجرت هستید، اگر شما رد شدین توسط کسی، کسی از شما نفرت داره، کسی شما را بازی داده، کردکی بگوییم، متوجه باشین که عیسی مسیح از شما کده زیادتر درد دیده. هیچ امکان ندارد درد ما به درد عیسی مسیح برسد، چون که او وقتی که تولد میشه دشمن داره که کشته شوه. او را حقیر میشمارن، ای بیت لحم یهودیه که کوچکترین در میان قریه های یهودیه هستی، او را حقیر میدانن. و از امو وقت او مهاجر میشه، میره مصر، و ما میبینیم که آخرش در کجا میرسه، جایی که او به خاطر ما حتی جان خود میسپاره. یگانه پادشاهی که تولد میشه به خاطر مردن. ما وقتی که تولد میشیم، پدر و مادر ما جشن میگیره، هیچ کدامشان در فکر از این نمیشه که یک روزی طفل میمره. ما طبیعتا همه میمریم، و اما این تولد شد که جان خود فدا کنه. جان را به کف نهادی، هللویا، ما را نجات دادی، هللویا. او تولد شد که جان خود فدا کنه به خاطر شما، به خاطر من. او تولد شد که
فدای ما شود. از همون خاطر کلام خدا میگه او خونبهای آزادی ماست. او آمد که ما را نجات بده. برای ما میگه که خدایتان چه قسم خداست که خدا از صلیب نجات دادنتان است. عین چیزه یکی از کسایی که مصلوب شده بود با عیسی مسیح گفت. ما را هم رشخند میکنه. وطندارای عزیز مسلمان ما تلفن میکنن بعضی وقتا میگه که یه خدا خدا میگین عیسی مسیح را که خدا حتی نجات دادنتان است. او نامد که خدا نجات بده. وطنداری عزیز من، او آمد که تو را نجات بده، او آمد که شما را نجات بده، او آمد که انسان را نجات بده. وطنداری عزیز من، او آمد که شما را نجات بده. وطنداری عزیزم لطفا روی خط باشین، تلفنتان را بعدا میگیریم و مسکال متاسفانه جواب دادن نمیتونیم. وطنداری عزیز من، خداوند شما را اینقدر زیاد دوست داره، او میخواه که شما امروز به او برگردین، اعتماد کنین. به کسی که عاشق شما شد، چه کنم او عاشقه؟ او خدا را که بالاخره من نشناسم هیچ، و اما این خدایی است که آمد خدا به من شناسان در جسم انسانی. من عاشقت هستم. عاشق کسی است که بالاخره میره پیش عاشق خود، میره که او را ملاقات کنه، و خدای من ای کار را کرد. خدای کتاب مقدس ای کار را کرد به خاطر من. او خدای حقیقی است. عیسی مسیح ثابت کرد که او خداوند است. با این که بسیاری ها میگن که خدای ما خداست و ما هیچ کدامشان ثابت نکردن، عیسی مسیح ثابت کرد با این که او آمد نزد بهترین خلقت خود، که بسیاری ها میگن اشرف المخلوقات انسانه، ما میگیم انسان به صورت خدا آفریده شد و خدا به صورت انسان آمد که ما را به صورت خود بر بگردانه، چون ما گناهکار هستیم. عیسی مسیح میگه نزد من بیایید، من به شما آرامی خواهم بخشید. دین روز ما در برنامه بسیار شیرین هدیه‌ای برای ایران بودم، برادر ادوین کشیش آبنوس، و بسیار بسیار برنامه شیرین داشتیم، بسیار برنامه خوب داشتیم، و خدا را شکر میکنم بر از او برنامه، و خدا را شکر میکنم بر از این که خداوند واقعا از او برنامه استفاده میکنه. و من از شما دعوت میکنم از برنامه های کانال محبت که این برنامه ها را حتما ببینین، ببینین که خداوند واقعا از این برنامه ها استفاده خاصی میکنه، و شما میتونین که یکی از کسایی باشین که کمک بکنین. خداوند میخواد که ما کمک مالی بکنیم به این برنامه ها. کانال محبت بهترین ذریعه میتونه باشه برای شما که شما کمک مالی بکنید تا که پیام انجیل برای افغانستان برسه، برای ایران برسه، برای تاجیکستان برسه. شما میتونین که مددگار باشین، و من خواهش میکنم ازتون که این کار را بکنین. برنامه ویژه و یا خصوصی هدیه برای ایران بعد از نیم ساعت که برنامه من خلاص میشه، بعد از نیم ساعت شروع میشه. دو ساعت برنامه است، برنامه بسیار رنگارنگ است، و من خواهش میکنم که حتما شما این برنامه را ببینین و برکت میگیرین. برنامه در مورد این نظمی است که عیسی مسیح آمد که شما را نجات بده، و اگر شما نجات یافته هستین، شما میفهمین که چطور دیگران را پیش عیسی مسیح برین. یکی از بهترین ذریعه ایست که از طریق کانال محبتی کار شما میتونین، از نگاه از اینکه شما میتونین که از مالیات خود برای خداوند بدین تا که مردم به ایش رسایی حاصل شده بتانه. چه فکر میکنین این کامره ها و این برقا و تمامی چیزا مفت میایه؟ نه، نمیایه. خادمین خداوند، فرزندای خداوند میتن مالیات خود میتن، از پول میتن تا که این چیزا آماده شه و بر شما برسه. کانال محبت هم به همین ترتیب است، خدمتی است برای خداوند، خدمتی است برای ملکوت خداوند. من شما را تشویق میکنم، خدا را شکر میکنم برای تمامی محبتتان، برای هر چیزی که خداوند برای شما داده، و اما به او روی بیارین، ببینین که واقعا خداوند نیکوست. در تای از این ملاقات ها بسیار وطندارای عزیز دیگه ما را ملاقات کردیم. یکی از دوستای ما که مرا برای خداوند عیسی مسیح ماهیگیری کرده بود، بهتر است میگم آدمگیری کرده بود، بالاخره یک شخصی دیگه مرا هدایت کرد و دعا کرد برای من که من به عیسی مسیح ایمان بیارم. 27 سال پیش برادر آلفرد آلن لوتر را ملاقات کردم، و خدا را شکر میکنم که شام روز بعدیش که من پس خانه می آمدم، کتی برادر بسیار شیرین و عزیز من،
کشیش الناتان باقستانی کچان یک جای خدمت کرده بودم در دهلی نو، بسیار مرد خدا، مردی که ما قبل از اینکه برنامه شروع شود برای کسایی که در اینجا خدمت میکنن گفتم که زمین خشک و خالی در مثل یک فقیر واری زندگی میکرد در دهلی نو، و اما قلب ملکوت خدا را داشت بین افغان ها و ایرانی ها، و با شادی با ای که در خانهش گرسنگی بوده کم داشتن. کاش که شما می بودین که الناتان می دیدین زندگیشان در دلی که چطور بود، باز می فهمیدین. و اما در او وقت او غیرت برای خداوند داشت و کلام خدا را بخش می کرد برای افغان ها و ایرانی ها، بدون از اینکه شکایت بکنه، بدون از اینکه شکایت بکنه. و من افتخار دارم که برادر عزیز من امروز کتی ما هستن، و من دعا میکنم و خواهش میکنم شما هم در دعا باشین وقتی که خادم خداوند امروز در مورد از اینکه جلال خدا ظاهر شد در مورد از این صحبت میکنن از کلام خدا، برشان دعا کنین، بر روحی بر پوری روح مقدس خدا بر از این برادر دعا بکنین، و برای کسایی که برنامه را میشنون دعا بکنین که لمس شون. ای خداوند عزیز، شکر میکنیم تو را که تو دوست داری ما را، تو یگانه امید انسان هستی خدایا. نه ای سیاست مدارا، نه کشورها، نه مذاهب، نه ادیان، بلکه تو ای خداوند، تو ای خداوند تنها امید هستی. برکت بدی برنامه امروز، برادر عزیز ما را برکت بدی در نام قدوس عیسی مسیح خداوند، آمین. مستقیما میریم پیش برادر بسیار عزیز ما، کشیش الناتان باقستانی. دین روز ما دا آغوش گرفتم تا بوسیدیم یک دیگر، کاش که میتونستم معلوم از طریق تلویزیون بکنم، ولی تا بال تکنولوژی اونقدر کلان نشده، و اما میبوسم تا در روح مقدس خداوند. مانده نباشی وطنداری عزیزم. وقت بخیر حسین جان، درود بر شما. بسیار خوشحالم که میتونم در برنامه شما باشم و با بیننده های شما، با بیننده های شبکه محبت دیداری تازه بکنم. منم خیلی خوش شدم برادر جان که دو روز گذشته با هم بودیم، فرصت کم بود ولی تونستیم دیداری تازه کنیم. مدت ها بود با هم روبرو ملاقات نکرده بودیم. خیلی خدا رو شکر میکنم برای قلب شیرینی که دارید، و منم میخوام این شهادت رو بدم که بعد از سالها که با شما در تماس هستم، میبینم که چگونه همچنان با قوت کار خدا رو جلو میبرید، و خدا رو شکر میکنم که هیچ چیزی نه فقط شما رو از خدمت خدا باز نداشته، نه جفاها، نه حرفای منفی و نه هیچ چیز دیگه ای، بلکه امروز میبینم که خداوند زمینی بزرگتر به شما داده. نه فقط از طریق تلویزیون به دوستان افغان ما دارید انجیل پخش میکنید، بلکه با ایرانی ها و تاجیک ها هستید، و خیلی خوشحالم که این فرصت فراهم شد که با شما و دوستانتون چند لحظه باشه. خدا را شکر میکنم برادر عزیز من، خدا را شکر میکنم، واقعا افتخار میکنم به شما و افتخار میکنم به این که خداوند از شما استفاده میکنه. یک فکر میکنم یک دو ماه پیش بود خواهر عزیز ما، خواهر شیرین ما نازنین جان، خواهر نازنین ما نازنین جان هم اینجا بودن کتی ما، و خدا را شکر میکنیم یک خدمتی داشتیم در اینجا با ایشان، و امروز خدا را شکر میکنیم که شما هستین با ما برادر عزیز ما. و به همین ترتیب برادرها و وطندارای عزیز ما از طریق فیسبوک سلام میفرستن، و عباس جان میگه از کجا صحبت میکنید، ما برادر عزیز ما از کلام خدا صحبت میکنیم، و ابراهیم جانم سلام میفرستن، و خواهر نور مسیح آمین، واقعا خداوند نیکوست. میلا جان سلام برادر عزیز، برای من یک دعا کو. حتما میلا جان برای شما دعا میکنیم، خداوند شما را برکت بده. خدا را شکر میکنیم برای عزیز وطندارای عزیز ما که از روی از طریق فیسبوک هم کتی ما هستن. و اما ما میخواییم امروز خصوصا از شما بشنویم برادر عزیزم که خداوند در قلب شما چی گذاشته، و البته کامنت ها هم در یک ویدیوی دیگه میگذاریم که مردم ببینن، و خدا را شکر میکنیم. بفرمایید برادر، در قلبتان بگذارین. هللویا، واقعا خیلی زیبا شروع کردید سخنانی که از کلام خدا گفتید، چیزیست که قلب هر ایماندار رو در واقع خوش میکنه، خوشحال میکنه. واقعا خدا شکر میکنم که آنچه که امروز ما داریم باهاش روبرو هستیم مسلما اخبار زیاد مثبتی نیستش. دنیا پر از چیزهای منفی هست، و در کنار او با اینکه خیلی از همزبانان ما در این روزها
از غمها و دردها عبور کردم، به خاطر زلزله که در ایران اومد، به خاطر تمام تنش‌هایی که وجود داره و تمام مشکلاتی که ما ایرانی ها و افغان ها به طور خاص باش رو برو هستیم. ولی آنچه که قلب یک مسیحی رو شاد بکنه چیزی نیست جز این که عیسی مسیح خداوند ما جسم بشه به دنیای ما آمد. ما الان 2017 سال هست که داریم این جشن مقدس رو با مقدسینی که قبل از ما بودن همراه ما اومدن و کسانی که در عهد جدید ببینیم که این روز خوش رو دارن شادی درش میکنن پاس میداریم. وقتی شما راجع به این صحبت کردید که چطور خدا تصمیم گرفت به دنیای ما بیاد، انسان بشه، مثل ما بشه، خب درک اون برای هر انسانی راحت نیستش. مگه میشه خدای آسمان، خدایی که خالق کل هستی است، که ما و شما او را به عنوان برترین، بالاترین و مهمترین شخصیت موجود در تاریخ بشر و دنیا قبول داریم، مگه میشه او انسان بشه؟ او خالق آسمان و زمین هست، او مالک آسمان و زمین هست، ولی در کنار اون ما باید بدونیم که نه فقط او خالقه، بلکه او پدر هستش. او به عنوان خالق تصمیم میگیره برای وضعیت ناهنجار انسان، برای موقعیت تلخ انسان که همانا جدایی از او هستش به دنیای ما بشه بیاد. بسیاری میگن که مگه ممکنه؟ من یادم بیاد که 1982 حدود 35 سال پیش در چنین ایامی به کلیسا رفتم، این پیامو شنیدم که عیسی مسیح خداوند به دنیای ما آمده، انسان شده. اولین چیزی که به ذهن من اومد مگه میشه خدا انسان بشه؟ و امروز هم بسیاری رو میپرسن، ولی این عظمت خدای ما هست. من همیشه میگم در کلیسا اگر خدا انسان نمیشد، خدا نمیتونست خدا باشه. خدا انسان شد که نشون بده من خدا هستم، که من اونی هستم که برای تو ارزش قائل هستم. وقتی راجع به جلال ملکوت خدا، جلال ایام کریسمس، تولد عیسی مسیح صحبت میکنیم، باید بیاد داشته باشیم که همونطور که شما گفتید عیسی مسیح در یک آخر پستی به دنیا آمد. من نمیدونم چجوری میتونه جلال خدا باشه. از نظر انسانی مگه میشه که خدا در یک استبل به دنیا بیاد همراه با سایر موجودات، برای اون جایی نباشه، برای اون مکانی نباشه که به اون خوش آمد بگه؟ همونطور که شما گفتید، ما میدونیم این هستش که وقتی نوزادی به دنیا بیاد، در همین آمریکا ما میبینیم مردم بیبی شاور میگیرن، جشن میگیرن، بچه داره به دنیا میاد، نوزاد داره به دنیا میاد و جشن بگیریم، خیلی خوشحالیم. اما بسیاری از مردم به او خوش آمد نگفتن، قوم او به او خوش آمد نگفتن، تمام رهبران مذهبی به او خوش آمد نگفتن. او در یک غربت، در یک تنهایی و همراه یک سری حیوان و مریم و یوسف به دنیای ما اومد که نشون بده که من در تنهایی شما با شما هستم. او این خفت رو به خود گرفت، این حقارت رو بر خود گرفت که به ما نشون بده که من تو رو حقیر نمیشمارم، من برای تو ارزش قائل هستم، من اومدم که به تو بگم دوستت دارم. هللویا. و همین جلال خدا است. وقتی عیسی مسیح به دنیا آمد، در انجیل لوقا باب 2 میخوانیم که فرشتگان نزد چوپانان آمدن و گفتن خدا را در آسمان و بر زمین جلال و سلامتی باشه. هللویا. و فرشتگان همین دعا رو میکنن، مقدسین همین دعا رو میکنن، چون عیسی مسیح به دنیا اومد، او مثل ما شد، ولی پیغام آمدن او سلامتی بود، پیغام آمدن او آشتی ما با خدا و آشتی ما با همدیگه بودش. و آنچه عیسی مسیح امروز انجام میده اینه که ما رو با خدا آشتی بده، ما رو با همدیگه آشتی بده. که اگر ما با خدا آشتی نکنیم، چطوری میتونیم با همدیگه آشتی داشته باشیم؟ آمین. مردم دنیا با هم مشکل دارن، اقوام بله. مختلف با هم مشکل دارن، فامیل ها با هم مشکل دارن، بله. چون با خدا مشکل دارن. بله. وقتی ما با خدا آشتی کنیم، همدیگه رو دوست داریم، همسرمون رو دوست داریم، همسایه‌مون رو دوست داریم، افراد دیگه در کشورهای دیگر رو دوست داریم، اگرچه دیگران متفاوت فکر کنن، مذهبشون، عقیدهشون، ایدئولوژیشون متفاوت باشه، میتونیم اونها رو دوست داشته باشیم. اینجاست که عظمت جلال خدا در تولد عیسی مسیح بر ما آشکار میشه. هللویا. آمین. کشیش الناتان، واقعا خداوند چقدر عظیم است. وقتی که ما کتاب مکاشفه را میخوانیم، یوحنای رسول بالا برده میشه، به آسمان برده میشه و میگه ببین، ببین دوجا. وقتی که میبینه بره را میبینه، از انسان بره را میبینه. و اما فرشتگان چی میگه؟ ببین شیر، ببینی شیر را. او
شعر از شعر خانه یهودا است. او را فرشته ها او را مانند یک پادشاه میبینه، پادشاه جلال. و اما یوحنای رسول را چطور میبینه؟ بره. چرا بایسی بره میبینه؟ به خاطر که ما نیاز داشتیم قربانی، به خاطر ما او بره شد و اما فرشتگان او را شاه شاهان میبینه. خدا را شکر میکنیم برادر عزیزم. یک تلفن داریم از علی جان. علی جان وطندار عزیز ما، بفرمایید چیزی سوالی داشتین؟ هلو؟ به نام خداوند حقیقت و راستی، در نام قدوس نور عالم عیسی مسیح خداوندم، سلام بر شما خادمین محترم. تشکر برادر عزیزم. وقتی ما بسیار کم است علی جان، لطف کنین بفرمایین. برادرم باقستانی، خوشا به سعادتت حسین، خوشا به سعادتت خادمین خداوند عزیز. تشکر. شبی در حالی که دراز کشیدم نگرانی بودم، ناگهان صدای آقای باقستانی آمد در بیداری. چرا نگرانی؟ برای چه نگرانی؟ خداوند ما زنده است، جلال از آن نام خداوند عیسی است. هللویا. اما از وجود برادرم باقستانی استفاده کرد، در بیداری صدای باقستانی را شنیدم، ناگهان در اتاقم باز و بسته شد، دیدم به چش در بیداری، ناگهان زانو زدم، ناگهان صدای باقستانی قطع و صدای پدر را شنیدم که از آسمان تخت پادشاهی خدای متعال، مالک زمین و آسمان و انسان ها، خدای ابراهیم اسحاق یعقوب، در نام قدوس نور عالم عیسی مسیح خداوند که در نور پرجلال پدر ساکن است، او فرمود خدا نوریست در دلها هللویا میکند. هللویا. بلافاصله بعد از کلام آقای باقستانی، برادر من در بیداری بود، زنده را در میان مردگان جستجو نکنید ای تمامی بشر روی زمین، که خداوند به ما عقل، فهم، شعور، وجدان داده است، تفکر و تفکر کنیم. خداوند من قدوس مهربان است. برادرم ابتدا و انتها را اعلام کرد که فقط نام خداوند متعال قدوس است، اوست که مرد و زنده شد، کلام خداوند، قادر مطلق الهیم. عیسی مسیح فرمود هیچ کس پدر را نمی شناسد به جز پسر، هیچ کس پسر را نمی شناسد به جز پدر، اگر پسر خدا آزاد کند به راستی آزاد خواهید شد. سند می دهد، سند. آمین، آمین. هر دیگه رو باور نکنید. آمین برادرم. دیبا به ظاهر درونش را نمیدانید. آمین برادر عزیزم. خداوند من را مزده کنید. آمین. نزدیک است، نزدیک است، نزدیک است. آمین. در روزهای آخر از روح خود به تمامی بشر فرو خواهم ریخت. بله آمین. خدای متعال در تورات اعلام کرده وسط یوحنا نبی شروع شده است. آمین. پسران و دختران شما نبوت خواهند کرد. آمین. آمین برادر عزیزم. بسیار تشکر برادر علی، خداوند شما را برکت بده با این کلمات بسیار تشویق کننده، و من میفهمم که مردم شنید قلبتانه و خدا را شکر میکنم که خداوند از خادمین خود مثل برادر ما الناتان جان استفاده میکنه، مثل دیگه خادمین استفاده میکنه. ما یگانه شادمانی ما اینمیست، الناتان جان، یگانه شادمانی ما اینمیست که خداوند الناتان جان، بعضی وقتا من فکر میکنم، میکنم که بهترین وقت بر یک مسیحی که بمره، این دنیا را ترک بگه، امو روزی است که ما تولد تازه میافیم. چرا به جنجال های ترافیکی روزانه، اقتصادی روزانه، سیاسی روزانه، مرضها و مشکلات و فقر و مهاجرت در این دنیا بمانیم؟ چرا نریم به جلال؟ و اما خداوند میگه که باید رضای پدر پوره شود، باید شما اینجا بمانین تا که کلام خدا را برای کسای دیگه که نشنیده برسانین، و خدا را شکر میکنین. و شما بسیار بسیار به مقبولی گفتین که خداوند نمیتونه به او ترتیبی که واقعا کلام خدا میگه خدای حقیقی باشه، که اگر او
به داد کسی که او به صورت خود آفریده به داد او نرسه، و او انسان باید میشد که این کار را میکرد و او این کار را کرد و انسان شد. بله برادرم بفرمایین، ما کامنت هارم برتان میخوانم، در روی پرده ماندیم. برادرها و وطندارای عزیز ما میگن هومان جان فرکمخ میگه شکر برای وجودتان کشیش الناتان، و میلا جان برای مردم میگه قلب خود را به مسیح بده. آمین میلا جانم، آمین میگه خواهر نور مسیح هم به می ترتیب. و خادم علیزاده درود خداوند بر شما میفرسته. حبیب جان دانش هم درود خداوند میفرسته. خدا را شکر میکنیم بر از این پیام هایی که وطندارای عزیز ما شرکت میکنن از طریق فیسبوک. برادر عزیزم بفرمایید در ادامه صحبت های شیرینتان. هللویا. واقعا چیزی که راجبش داریم صحبت میکنیم چیزی که در سرتاسر کتاب مقدس راجب شهادت میده. حتی آدم و حوا گناه میکنن، این اونها نبودن که به سراغ خدا آمدن، اونها رفتن اتفاقا پنهان شدن، خدا بود که به سراغ آنها آمد. هللویا. و گفت آدم حوا کجا هست؟ کجا هستی؟ وقتی ما میبینیم تاریخ کتاب مقدس رو میبینیم، خدا سراغ نوح میاد، خدا سراغ ابراهیم میاد، خدا سراغ موسی میاد، خدا سراغ دانیال میاد، خدا سراغ یحیی میاد. مرتب کلام خدا میبینیم که خدا در پی انسان هستش، و همه اینا شهادت میده که خدای راستی، خدایی که حقیقی هست، خدایی که میشه بوش کرد، میشه بهش لمسش کرد، میشه با او صحبت کرد، او با ما صحبت میکنه، نمیتونه بی تفاوت باشه برای وضعیت انسان. و نهایت عظمت و محبت خدا، شما چند دقیقه قبل راجع به هدیه صحبت کردید، بزرگترین هدیه خدا اینه که او به دنیای ما اومد، چنان که در یوحنا باب 3 آیه 16 میگه، تا اینکه ما رو نجات بخشه. هللویا. مسیح فرمود که من آمدم تا گمشده را بجویم و گمشده را نجات بدم، حیات مضاعف بدم. بنابراین آنچه که در تجربه تولد عیسی مسیح میبینیم، آنچه که در مورد شهادتی که فرشتگان میدن، فرشته با مریم صحبت میکنه، فرشته با یوسف صحبت میکنه، فرشته با چوپانها صحبت میکنه، با مردم صحبت میکنه، اینو میبینیم که خدا در پی نجات انسان است. اون چیزی که خیلی از وقتا من امروز از همزبانان خودمون میشنوم، دوستان افغان، دوستان ایرانی میشنوم، که خدا منو فراموش کرده، خدا به فکر من نیست، چرا من وضعیتم اینجوریه، چرا شرایطم سخته، این دروغ محض شیطان هستش. چون خدای کتاب مقدس خدایی است که میاد دنبال ما، اون نمیتونه بی تفاوت بشینه، او فوراً در تنگی ها یافت بشه. و اوج عظمت و محبت و هدیه خدا، این قلب پدرانه خدا رو در تولد عیسی مسیح میبینیم. امروز هم عیسی مسیح میتونه در قلب ما متولد بشه. او یک بار متولد شد در بیت لحم، من بیت لحم رو از نزدیک دیدم، اون مکانی که عیسی مسیح در آن به دنیا آمده، آن عمارت زیبایی و کلیسای زیبایی هستش. ولی زمانی که عیسی به دنیا آمد، در یک مکان گمنام، جایی که در نقشه نمیتونست پیداش کنی، شاید در اسرائیل به یک نفر میگفتی بیت لحم، نمیدونست بیت لحم کجا هست، چه برسه به مردم ایران، برسه به مردم دنیا که بدونن بیت لحم چیه. اما عیسی که معروف ترین شخصیت تاریخ هستش، شخصیتی که از ابتدای خلقت بوده، پیش از بنیاد عالم تا انتهای عالم هست و خواهد بود، او تشخیص میده و ترجیح میده در مکانی پست به دنیا بیاد که ما بگه من پستی تو رو دیدم، من حقارت تو رو دیدم، من غم تو را، گناه تو را، مشکل تو را دیدم، اما من به ضد تو نیستم، من به ضد اون گناه هستم، به ضد اون حقارت هستم، چنان که کلام خدا میگه ما صنعت دست خدا هستیم. هللویا. او اومده تا صنعت دست خودش رو، یعنی من و شما رو که برای اون با ارزش هستیم، نجات ببخشه، حیات ببخشه و مسیر زندگی ما رو عوض کنه. وقتی اون رو میپذیریم، میتونیم تا ابد با او باشیم، با او مشارکت داشته باشیم، چیزی که آدم و حوا در باغ عدن داشتن، با خدا مشارکت داشتن، با او صحبت میکردن، خدا با اونها صحبت میکرد. حالا خدا در مسیح اومده تا اینکه با ما مشارکت داشته باشه. هللویا. به یک سم فقط دعا بکنی، با یک دیوار حرف بزنی، به یک سم، به یک چوب، به یک مکانی، بلکه با خود او مصاحبت داشته باشه. هللویا. من و شما دو شب پیش با هم دیگه غذا خوردیم، مشارکت روبرو داشتیم. آمین. شما گفتید ما خندیدیم، ما گفتیم شما خندیدیم، راجع به کارهای عظیم خدا گفتیم، راجع به خاطرات گفتیم. خدا چنین خداییه، او اومده به دنیای ما تا
سبب مشارکت داشته مشارکت داشته باشه. هللویا هللویا. الناتان جان با اجازه تان یک چند تا از کامنت ها را باز هم خار از این گذاشتن، خدا را شکر میکنم. برادر عزیز ما ایمیل جان میگه خدا محبت است، میگه سلام بر فرزندان نور و آمین هم نوشته میکنن. و سعید صفاپور جان نوشته میکنن سلام برادر الناتان، خداوند برکتتون بده، خدا را شکر میکنم بر سعید جان. و اما یک دوست هم داریم که دلشان برای ما و شما میسوزه، دلشان برای ما و شما میسوزه در حالی که دل خداوند بر رضا میسوزه، خدا را شکر، ولی دلشان برای ما میسوزه. سوالشان ایست که روی پرده هست، سوالشان چی میگه؟ میگه زمانی که عیسی کشته شد تا سه روز دنیا را کی نگه داشت؟ عیسی خدا نیست، بنده خداست. دلم برایتون میسوزه. ای برادر نامش محمد عیسی راکبی است. الناتان جان بسیار سوالی است که ما و خودت وقتی که مسلمان بودیم این سوال داشتیم. لطفا اگر یک پاسخ بتین بر ازی برادرم. بازم تکرار میکنم، میگه محمد جان، محمد عیسی راکبی، میگه زمانی که عیسی کشته شد تا سه روز دنیا تا سه روز دنیا را کی نگه داشت؟ عیسی خدا نیست، بنده خداست. دلم برایتان میسوزه. بفرمایید برادرم. خب خیلی ممنون که دل شما برای ما میسوزه. دل ما به آتش میاد و آرزو میکنیم که شما عیسی مسیح رو بشناسید و میفهمم که شما از دیدگاه انسانی و مذهبی به این قضیه نگاه میکنید، ولی وقتی ما تثلیث مقدس رو میشناسیم در کلام خدا که خدا خودش رو به صورت پدر، پسر و روح القدس مشهود میکنه، ما میدانیم که عیسی مسیح وقتی روی صلیب رفت و به دنیای مردگان رفت، کلام خدا میگه به دنیای مردگان رفت، انجیل رو بشارت داد. انجیل چی هستش؟ یعنی اینکه من روی صلیب برای گناهان شما مردم. ما در آسمان متوجه خواهیم شد که چه اتفاقی در دنیای مردگان صورت گرفت، ولی ما میدونیم که خدا حاضر مطلقه، خدا همین الان با ما هست. هللویا. خدا در آینده که ما بهش نرسیدیم هست و خدا خواهد بود. وقتی ما شخصیت خدا رو از انجیل مقدس خوب میشناسیم، متوجه میشیم که خدا اتفاقا کلام شما کلام درسته، چون کلام خدا که تمام کائنات، تمام هستی، من و شما در به وسیله عیسی مسیح زنده هستیم و جریان داریم. این عیسی مسیح هستش که به ما حیات میده، اوست که از ما محافظت میکنه، اوست که کنار ما هستش. و بسیار سوال زیبایی است که خداوندا تو وقتی به دنیای مردگان رفتی، در آن زمانی که تو دیگه در جسم نبودی، در سه روز در این دنیا نبودی، چگونه تو با معجزه خودت، خودش نشون میده که عظمت نام عیسی مسیح و شخصیت عیسی مسیح در کجاست، چگونه تو تونستی که هم دنیا رو نگهداری، هم به دنیای مردگان بری و الان که در دست راست خدای پدر هستی، همزمان با ما باشی. همین خودش شهادت میده که عیسی خداوند هستش، چون تنها خدا میتونه که در ما باشه، بیرون ما باشه، در گذشته ما باشه و در آینده ما باشه. این سوال شما برادر گل من شهادت میده که عیسی مسیح خداوند هستش. نمیدونم اگه جواب درست بدم برادر حسین یا نه، شما اگه چیزی هست اضافه کنید. هللویا برادر. بله، من میخواستم فقط یک آیه اضافه کنم که در کلام مقدس خدا در انجیل یوحنا در فصل دهم عیسی مسیح خداوند یک چیزی میگه که هیچ کسی دیگه هرگز نگفته و گفته نمیتونه. دیجا ما میخونیم، نوشته است، ما میخوایم بیاریم که وطندارای ما ببینن، نوشته است که پدرم مرا دوست دارد زیرا من جان خود را فدا میکنم تا آن را بار دیگر باز یابم. هیچ کس، آیت 18، هیچ کس جان مرا از من نمیگیرد و یا گرفتن نمیتواند. من به خواهش خود آن را فدا میکنم و اختیار دارم که آن را فدا سازم و اختیار دارم که آن را باز به دست آورم. پدر این امر را به من داده است. وطنداری عزیزم، وطنداری عزیزم، متوجه باشین. آیا شما هیچ کسی دیگر را شنیدین که گفته باشه که من جان خود فدا میکنم و خودم خود پس زنده میکنم؟ یکی از علمای بسیار کلان یهود، بسیار کلانش، فکر میکنم سوامی ویویکانندا بوده یا رادی کرشنه، یک از یا میابه فلحال از یادی من رفته، و یکی نظامی ها بوده، گفت که از شاگردش ازش پرسید که امی زنده شدن عیسی مسیح را برای ما تشریح بیتی، یعنی کسی که مسیحی نیست ای را جواب داده. چی میگه؟ زنده شدن عیسی مسیح قدرت روح عیسی مسیح بود که غالب شد بر قدرت ارواح ناپاک
به همه ترتیب او از مردگان زنده شد. وطن‌دارای عزیز ما، عیسی مسیح وقتی که مرد، روحش و پدر جاودانی که اداره کننده تمام کائنات است، ما ای را فراموش نباید بکنیم که ما در تثلیث مقدس ایمان داریم و اما یک خدا در تثلیث، مثل که شما یک انسان هستین، از جسم، جان و روح ساخته شدین و اما یکی هستین. به همون ترتیب خداست، به همون ترتیب خداست وطنداری عزیز ما. و وطندارای عزیز دیگه ما هم در اینجا کامنت میتن، بعضشان البته برای ما لعنت میفرستن و اما ما بر از وار رحمت میفرستیم، ما بر از وار دعا میکنیم که خداوند کمکشان بکنه و خدا را شکر میکنیم. خوارک عزیز بسیار تشکر. و زبی جان رضایی نشته میکنن، سلام بر وجودتان، سلام بر وجود شما برادر. امیل جان سلامتی خود را به شما میگذارم، آمین عیسی مسیح گفت. و نوری اکبری برادر عزیزم سلام برادر عزیز نشته میکنه. و رحیم الله روحانی میگه لعنت بر شما، بعض لعنتی میگن و بعد از او هم میگه که لعنت بر دشمنان اسلام، بعدا نشته میکنن البته. و اما داوید پارسا برادر عزیزم نشته میکنن، درود بر شما خادمین فارسی زبان عزیز، من از کره جنوبی هستم و درود و برکت میفرستم بر شما. داوید جان خداوند شما را برکت بده و خداوند میفهم خداوند شما استفاده میکنه، خدا را شکر میکنم. و کره جنوبی را خداوند برکت بده. و نور مسیح خوارک عزیز ما نشته میکنن، برکت بر شما برادر روحانی. تشکر خوارک عزیز ما، حتما برای الناتان جان نشته کردین، چون برای ما وقتی که نشته میکنین من میفهم که برای ما، خوارک ما بسیار در اروپا هستن، بسیار خوار نازنین هستن، خدا را شکر میکنم خوار پشتون هستن. و سایمن ایرانلو نشته میکنن، سلام برادران عزیز. و امو قسمی که من گفتم رحیم الله جان روحانی باز میگه لعنت به دشمنان اسلام. و امیل جان محمد عزیز، محمد عزیز، محمد عزیز، برای محمد جان نشته میکنه، آیا مسیح حقیقی را میشناسی؟ سایمون ایرانلو برکت خداوند بر شما. نور مسیح خواهر، نور مسیح نشته میکنه، ما مسلمانان را دوست داریم و شما را هم برادر، برادر روحانی، خدا را شکر، هللویا. زکریا عطایی نشته میکنن، فیض خداوند ما عیسی مسیح همراه شما باشد. و رضا سعید برای رحمت رحیم الله رحیمی که گفته لعنت فرستاده برشان نشته میکنه، تشکر به خاطر لعنتی که کردی. اما از خداوند زنده عیسی مسیح میطلبم که نور خود را در قلبتان بتواند تا او را به درستی بشناسی، دشمنان خودتان را دوست بدارید و برای کسانی که به شما ضرر میزنند دعای خیر کنید. این از تعلیم مسیح، آمین. چی جوابی خوبی. و لعنت فرستادن. و اما یکی از بیننده های ما رضا جان سعید برکت دادن ای برادر عزیزه، ایست مسیح، فرق بین مسیح و دیگرای نمیست. و سایمون جان نشتن، ما مسیحان دشمن شما نیستم ولی دعا میکنیم که روح القدس شما را هدایت کنن، آمین. و رامین جان سارا شاهی نشتن میکنن، او یگانه خدای پاک و مقدس است، شریک و همتایی ندارد، هیچ پشت پناهی مانند خدای ما نیست. مغرور و متبکر بباشید و سخنان غرور آمیز بر زبان میارید، خداوند بر همه چیز آگاه است، اوست که کارهای مردم را داوری میکند. اول سموئیل فصل 2 آیت 2 و 3. و نور اکبری خداوند محبت است نشته میکنن. و مریم جان محمودی نشته میکنن، فیض و برکت بر شما باد برادران. تشکر خواهر عزیز ما مریم جان، چقدر خوش هستیم که مردم برنامه ها را میبینن و چقدر خوش هستیم که بیننده های ما پاسخ میتن بر روی پرده، برنامه زنده کامنت میتن، خدا را شکر میکنیم. الناتا جان فرقی نمیجاست، فرقی نمیجاست. مردم با ما لعنت میفرستن، ما بر از وار رحمت خدا را میخواییم. مردم با ما لعنت میفرستن، ما میگیم خدایا چشمایشان واز کو، مثل که خداوند ما بر صلیب چی گفت؟ ای پدر یارا ببخش، چرا که نمیفهمن که چی میکنن. بفرمایید برادریم. بله، من میخواستم راجع به این مطلب به دوستان مسلمانم بگم. خب بنده 27 سال دارم خدمت میکنم، چیز جدیدی نیست. زمانی که در شبکه‌های تلویزیونی بودم از این حرفا و از این چیزها زیاد به ما گفته شده، هنوز هم به ما گفته میشه. ولی دوست من، باید بدونیم که کلام خدا ما میگه که خدا خدای لعنت ها نیستش. خدا اصلا راجع به همین داریم صحبت میکنیم الان، که چرا عیسی مسیح به دنیای ما اومد و چرا جس پوشید. عیسی مسیح اومد که ما را از زیر لعنت بیرون بکشه. هللویا. او خدای لعنت نیست، او خدای توهین نیست، او خدای عشق و محبته. هللویا. تفکر شما با ما فرق میکنه، اشکال نداره، ولی ما اینجا اومدیم به شما بگیم که خدا شما رو دوست داره، خدا به فکر شما هست.
من لعنت شما نمیپذیرم، چون خدا خود لعنت نیستش. خدا ما رو زیر فیض خودش، زیر رحم خودش قرار میده، ما رو زیر رحم و فیض خودش قرار میده و لازم نیست که ما لعنت بفرستیم، لازم نیست که با این کار خودمون رو آزار بدیم. امروز من آیه رو داشتم راجبش فکر میکردم، در صفحات اینترنتی گذاشتم که در کلام خدا در کتاب پیدایش باب 12 وقتی خدا ابراهیم رو ملاقات میکنه به ابراهیم میگه چون تو به من ایمان آوردی هر کی تو رو برکت بده منم اون رو برکت میدم، هر کی تو رو لعنت کنه لعنت میشه. کلام خدا میگه و کلام خدا در کتاب غلاطیان به ما مسیحا میگه ما فرزندان وارثان ابراهیم هستیم. چرا؟ چون ابراهیم بود که خدای حقیقی را ملاقات کرد، خدای حقیقی با او صحبت کرد. پس ما وقتی صحبت میکنیم راجع به لعنت به این چیزا باید بدونیم که این لعنت شامل حال ما نمیشه. اتفاقا شما هستید که باید به عیسی مسیح ایمان بیارید، هدیه الهی خدا را بپذیرید که اگر لعنتی هست، اگر ناعدالتی هست، اگر بی‌حرمتی هست برداشته بشه تا شما نیز برکت یافته خدا باشید. دوستان عزیز من، دوستان افغان، دوستان ایرانی، ما و شما سالهاست که زیر لعنت قرار گرفته بودیم به خاطر ایدولوژی غلط، به خاطر پرستش و عبادت غلط، به خاطر که خدای حقیقی را ملاقات نکرده بودیم. اما عیسی مسیح اومد که این لعنت رو از ما برداره. هللویا. ما لازم نیست زیر لعنت باشیم، لازمه که بیایم بگیم خداوند تو رو میپذیرم، بیا به قلب منم وارد بشو. دوست من که به ما لعنت کردی، من میخوام شما رو چالش کنم همین الان به همان خدایی که اعتقاد دارید، خدای واحد حقیقی، بگو خداوند اگر عیسی مسیح هدیه تو هست، تولد او و حضور او چیزیست که تو او رو تایید میکنی، بیا با منو ملاقات بکن، من میخوام حقیقت رو بشناسم و به شما قول میدم که عیسی مسیح شما رو ملاقات میکنه. سالها پیش زندگی منو ملاقات کرد، زندگی سالها پیش حسین جان رو ملاقات کرد، سالها پیش هزاران هزار ایرانی و افغان رو داره ملاقات کرده و ما رو داره ملاقات میکنه. حسین جان میدونید که من دارم از مسافرت میام، بوده 3 ماه تا 4 ماه من در کشورهای مختلف بودم، در اروپا بودم، هللویا. در ترکیه بودم، در کشورهای مختلف بودم، صدها برادر افغان دیدم، خواهر افغان دیدم. من گریه کردم برای که سالها پیش من و شما در هندوستان دعا میکردیم خداوند افغانستان رو لمس کن، بله. افغانستان رو ملاقات کن. آمین. دیده بودیم در دهلی نو که چجوری 60 هزار افغانی ناامید و دلشکسته بودن، بله. بدونی که بدونن خدا کی هست، آمدن دوستان گفتن تو رو میکشیم ملتان، بله. ولی امروز دل من شاد میشه وقتی میبینم افغانستان رو لمس میکنه، ملاقات میکنه، مردم دارن عیسی مسیح رو تجربه میکنن. امروز روز نجات افغانستانه، امروز روز نجات ایران هست، تاجیکستان هستش. در قلب خودمون رو باز کنید دوستان عزیز، ایمانداری که دارید این برنامه رو میبینید، دوستانی که بعداً میبینید، دعا کنیم خداوند بیا چشمان ایشان را باز کن در این روزهای کریسمس تا دیر نشده اونها تو رو بشناسن و تو رو تجربه کنن. خدا رو شکر که خدای خود لعنت نیست، خدای برکت است دوست من. هللویا، هللویا، آمین، آمین، آمین. چقدر شیرین گفتین. و شما وقتی که در اروپا بودین ما دنبال میکدوم امی فیسبوکتانه و خدا را شکر میکنیم برای بسیاری از وطندارای عزیز ما که واقعا چقدر با جوش که روح خدا میتا استقبال میکدن از انجیل. یادتان هست الناتان جان در اون زمانا که حتی قبل از اینکه کت خانواده برادر خلیلشان و فنجانشان ما آشنا شاییم، یادتان هست که مسیحی های افغان فقط 2 نفر بودیم در اوجه، 3 نفر البته بودیم. و اما امروز ما میبینیم که هزارهایی در هزارها شده در اروپا. اروپا کلیسیاهایی است که 100 نفره و 200 نفره هستند و در داخل افغانستان کلیسیاهایی است که صدها نفر درش هستند. و اما یا متاسفانه واضح نمیتونن که بگوین به خاطر از اینکه تا حال وقتش نرسیده. اما بر از اینکه بعضی کسا برای من میگه که اگر شما او ایقه مسیح در افغانستان خدا چرا واضح نمیکنین، بعضیتان چرا ترس میخورین؟ نه، ما ترس نمیخوریم، ما از حکمتی که خدا داده استفاده میکنیم، نمیخوایم خودکشی بکنیم به خاطر که کسایی که انتحاری میکنن زیاد است در اوجازی خاطر، چون که خداوند برای ما یاد داده. عیسی مسیح متوجه هستین الناتان جان چی میگفت
انجیل یوحنا را اگر ما میخوانیم، هر باری که یک چیزی میشد با عیسی مسیح یک کلمه را میگفت، تکرار میکرد: وقتی من نرسیده تا بالی، وقتش نرسیده تا بالی، وقتش نرسیده. و اما وقتش که رسید گفت الان وقت رسیده، الان وقت آل وقت رسیده که خدای پدر پسر را و پسر پدر را جلال بده. آل وقتش رسیده و به همون ترتیب وقتش میرسه که واضح در ایران، در تاجیکستان، در افغانستان از تمامی منارها صدای هللویا بیاید و خدا را شکر میکنیم بر از این پیام شیرین شما. در آخر برادر عزیز من میخواهیم که شما خواهش کنم که لطف کنین برای مردم افغانستان یک دعا بکنین که خداوند مردم ما را لمس بکنه. خداوند، من میفهم که شما چقدر محبت دارین به مردم افغانستان، من میفهم که چقدر و در غیر از این بسیاری افغان ها در دل خود درد هم دارن از ایران، به خاطر که در ایران مهاجر بودن بسیار دردها دیدن از خاطر دولت و دیگه و دیگه و از پلیس. و اما کسی که به عیسی مسیح ایمان داره، وقتی که افغانا مسیحیای ایرانی را میبینن، او وقت تغییر را میبینن. و من میفهم که شما چیه قلب نازنین دارین برای افغانها و من میخوایم که شما لطفا برای افغانها امروز دعا بکنین، خصوصا که خداوند لمس بکنه واره. بعد حسین، قبل از که دعا بکنم، من در اروپا در دو کلیسا رول قدس من هدایت کرد، مخصوصا در کلیسای برمن آلمان. از دوستان افغان درخواست کردم تشریف بیارن جلو، براشون دعا کردم، رفتم اونها رو در آغوش گرفتم و گفتم ما رو ببخشید که ما نمیدونستیم چجوری باید با شما رفتار بکنیم. ما بلد نبودیم، ما مغرور بودیم و خیلی چیزایی که به حال ما و شما راجع به همزبانهای خودمون میدونیم. ولی ما و شما امروز یک بچه مشترک داریم و اونم که عیسی مسیح خداوند نه فقط ما رو با خدا وصل کرده، بلکه به هم وصل میکنه. و هم خواهش کنم از برادرای افغان، خواهر افغان، که ما ایرانی ها رو، اقلا منو ببخشم. من یادم میاد کشیش دیباش به من میگفت میخوای بری هندوستان، اول برو به افغانستان، برو اونجا، چون ایشون قلب خیلی خوبی برای افغانستان داشت. من 25-6 سالم بود، نمیفهمیدم بعد از دیباش چی میگه. وقتی او را کشتن و ایشون به حال به خداوند پیوست، خداوند اجازه داد که من به هندوستان برم. بعد از ماها به دهلی نامدم، وقتی خداوند در قلبم گذاشت که بین افغان‌ها کار بکنم، فقط 2-3 نفر افغان مسیحی بودن. شما بودید، همسرتون بودن، برادر رحیم پال بودن، یکی 2 نفر دیگه بودن. ولی وقتی محبت شما عزیزان رو دیدیم، من یادم میاد روزی که ما میرفتیم، به قول شما افغان‌ها، من جگرخون شده بودم. نمیخواستم برم. چنان که محبت شما برادر افغان، خواهر افغان، قلب و وجود ما رو پر کرده بود. پس من دعا میکنم به نام عیسی مسیح خداوند، همین الان ای خداوند، و برادرم حسین با صدها ایماندار مسیحی متحد میشیم ای خداوند. اگر برادر افغان، خواهر افغانی هست که داره الان ما رو میبینه و دلش شکسته خداوند، به خاطر موقعیت اجتماعیش، به خاطر شرایط سختی که داره ای خداوند، که ما خبر داریم ای خداوند چگونه این سختی ها مردم رو احاطه کرده، اونهایی که در کمپ های پناهندگی هستن، اونایی که در افغانستان عزیز دارن زندگی میکنن، اونایی که در ایران دارن زندگی میکنن، اونایی که در سراسر دنیا هستن، شاید دلشون تنگه به خاطر که میخوان یه روز دیگه برگردن کشورشون، شاید دلشون تنگه چون مادر، خانواده، پدر رو ندیدن. این خداونده عزیز، دعا میکنم عیسی مسیح زنده که در آخرین پس به دنیای ما آمدی، در چنین روزهایی همین الان بیاییم برادر عزیز، خواهر عزیز رو ملاقات کن. یا قلب او رو شفا بده این خداونده، بیا غمهای او را بردار، بیا دردهای او را بردار، اشکهای او را پاک کن ای خداوند. تو برای چنین افراد گریه میکنی. کلام خدا میفرماید تو در دست راست خدای پدر برای ما شفاعت میکنی خداوند. دعا میکنم تو بیا و تسلی ایشان باش. آمین. تو بیا بخشش رو در قلبشان قرار بده. آمین. و درها را براشون باز کنی خداوند. همین دعا را برای ایرانی ها و سایر فارسی زبان ها میکنیم. متشکرم خداوند و در نام قدوس عیسی مسیح اعلام میکنیم. آمین. آمین 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 برادر عزیزم. فور زود البته کامنت ها را میخوانیم، باز دیگه کامنت هایی دادن وطندارای عزیز ما، خدا را شکر میکنیم. مریم جان و خواهر نور مسیح و گات، برادر گات، در پناه خداوند باشید. آمین. و برادر عزیز ما امیل جان هم، خدا جهان را آن قدر محبت نمود یگانه پسر خود را داد تا
هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه صاحب زندگی ابدی گردد. جواب می ده رحیم الله جان، خدا دوست داره. البته رحیم الله جان کدام چیز حتما نوشته کده. بهار جان نوشته میکنه فیض مسیح با شما باشه، خدا را شکر میکنیم. مریم جان به همین ترتیب. و سایمون جان نوشته میکنه آیا روز تولد عیسی مسیح برنامه دارید؟ خوشحال میشم که برنامه داشته باشید. بله، ما روز کریسمس یک برنامه یک ساعته دارم و کوشش میکنم که حتما داشته باشم. خداوند برکتتان بده. روز کریسمس ساعت 11 برنامه 11 به وقت نیویورک، 11 به وقت نیویورک، 5 به وقت آلمان و سویدن و نروژ و غیره، ما برنامه زنده دارم، برنامه خصوصی کریسمس از طریق فیسبوک و یوتیوب همزمان نشر میشه. سایمون جان خداوند شما رو برکت بده. نجات دهنده نشه میکنه آمین آمین. و مریم جان نشته میکنه دعا میکنن ای خداوند چشمان مردم ما را باز کن که مسیح جان تو لعنت را از افغانستان بردار. آمین. خواهر مریم و خواهر نور مسیح هم آمین نشته میکنن. و نور مسیح ما در عیسی مسیح، خواهر نور مسیح نشته میکنن، ما در عیسی مسیح دیگر ایرانی و افغانی نداریم، ما همه یک قوم هستیم، قوم خدا هستیم. هللویا. ایمیل جان گفت تمام شد. هللویا. خداوند درهای فیض و محبت را بر افغانستان باز کن. آمین. و رانا جیپور آمین نشته میکنن. ما در حضور تو برای افغانستان و افغانی های عزیز ما دعا میکنیم. آمین. نور اکبری آمین آمین. و رانا جان بله خداوند در نام عیسی مسیح. و ابراهیم جان نشته میکنه ابراهیم جان نشته میکنن که کشیش ها هم مثل ملاها و آخوندها هنرمند است، بدون آموزش گریه یاد گرفتن. برادر عزیزم دعا میکنیم که خداوند قلبتان لمس بکنه تا که بفهمین که عیسی مسیح واقعا شما را چقدر دوست داره. نه ما مثل آخوندها واری اگه میبودیم یک لنگی میداشتیم، یک آبا و قبا میداشتیم، یک آن چیزا لپ و جب میداشتیم. نه ما ساده میاییم کلام خدا را، مثل که مسیح به سادگی آمد و راه رفت. و البته ما پیزار میگیم بوتهایش بوت مثل بوتهای امروز واری نداشت، کفای پایش حتما شکسته بود و او غریب شد. کلام خدا میگه نه ما مثل مسیح هستیم، مثل آخوندان نیستیم. ما رهبری نداریم که از ما آخوند بسازه، ما رهبری داریم که از ما خادم میسازه و خدا را شکر میکنیم. و دنیز جان نشته میکنن آمین هللویا. و ابراهیم دانیال هم نشته میکنن آمین. خداوند تمامی شما و تندارای عزیز ما را برکت بده. واقعا برنامه بسیار خوب داشتیم. کشیش الناتان بسیار تشکر برادر عزیزم. خواهر ما نازنین جان از طرف ما سلام میگی، فرزندایت هم سلام میگی، خداوند برکتت بده. از راه دور میبوسیمت برادریم عزیزم. حسین جان قبل از که خداحافظی کنم من میخوام از عزیزان خواهش کنم، شما میدونید که ما جز اولین افرادی بودیم که در شبکه محبت آمین. میخوام خواهش کنم که به شبکه محبت تماس بگیرید و هر کمک مالی که میتونید به این شبکه بکنید. هلنیم. که فیض خدا خادمین خدا در این شبکه با قوت که روح قدس بهشون میده بتونن پیام نجات بخش عیسی مسیح رو به تمام فارسی زبان ها برسونن. بنده شخصا محبت رو خیلی دوست دارم. هللویا. تمام همکاران، تمام دوستان و برای من خیلی با ارزش هستید. خدا کریسمس بر شما عزیزانم مبارک باشه. خیلی تشکر حسین جان که مرا آوردید. نه ای بار آخر نیست برادر، متوجه باشی بار عزیزم. آخر نیست. خداوند شما را برکت بده برادرای عزیزم. برادر عزیزم و وطندار عزیز، من میخواستم همچنین شما را به صفحه کانال محبت ببرم. خواهرم دو دقیقه ما مانده، اگر لطف کنین در اوجه ببرین که ما وطندارا را نشان بیتیم. دیروز ما در این کانال البته بودیم، شما میتونین یک کمی بشنوین صدا هست. میل خدا در این شبکه با قوت که روح قدس بهشون میده بتونن پیام نجات بخش عیسی مسیح رو به تمام فارس. صدا یک کمی گدوت شده در اینجا. و اما ما میخواییم که وطندارای عزیز ما دوباره بشنون. کم وقت داریم فکر کمک های دعایتان با کمک های مالیتان شما میتونین. دیگر وطندارای ما واقعا سپاس میگیم به خاطر شبکه محبت از طریق برنامه های زندگی که داره. و دعای من این است که همیشه این برنامه ها باعث برکت شما و شهادت ها را شنیدیم. خدا را شکر میکنیم در برنامه دیروز و
سرودهای بسیار شیرین شنیدین. دوجا برادر عزیز ما هم بودن، جلبرت جان هم بودن با دیگر برادرها که سرود میخوانن و خدا را شکر میکنیم. حتما برنامه هدیه برای ایران امروز ببینین، یعنی نیم ساعت انزمال، نیم ساعت بعد برنامه هدیه برای ایران شروع میشه. لطفا این برنامه رو ببینین. در فیض خداوند شادمان باشین. روز شنبه از طریق یوتیوب و فیسبوک ما برنامه زنده دارم و یک برادر بسیار عزیز ما و شاید خانوادهشان هم شهادت بتن که چطور عیسی مسیح قلبشان لمس کرده. یک برادر افغان ما چطور به عیسی مسیح ایمان آوردن. حتما برنامه روز شنبه را ساعت 11 به وقت نیویورک ببینین، یعنی ساعت 5 به وقت آلمان و سویدن و نروژ و غیره. حتما این برنامه را ببینین. خداوند شما را برکت بده. در فیض خداوند شادمان باشین. خدا را شکر میکنیم برای تمامی شما، برای کامنت هایتان، تشویق هایتان. در نام قدوس عیسی مسیح، آمین. دوستم مسیح، یارم مسیح، در هزاران عزیزم مسیح، تنها هادیم توی ای مسیح، تنها هادیم توی ای مسیح، دوستم مسیح، یارم مسیح، در هزاران عزیزم